عفو بین الملل میگوید از سال 88 تا کنون دست کم 96 زندانی در پی محرومیت از درمان در ایران جان باختند. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش تحقیقی خود شرایط منجر به مرگ 92 مرد و 4 زن زندانی در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران از دی ماه 1388 تا کنون را بررسی کرده است. این سازمان در بخشی از گزارش خود گفته تا به امروز مقامات از انجام تحقیقات مؤثر به موقع جامع، شفاف و مستقل درباره مرگ زندانیان سر باز زدند. در این برنامه دیدگاه جزئیات گزارش تازه سازمان عفو بین الملل در خصوص مرگ 96 زندانی به دلیل محرومیت از درمان در زندانهای ایران را همراه با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران از انگلستان بررسی می‌کنیم. خان بحرینی، درباره روش و دامنه تحقیق این گزارش به ما بگید و اینکه در اون از چه منابعی استفاده شده. این گزارش تحقیقی مبتنی بر اسناد گردآوری شده از سوی عفو بین الملل طی سالیان گذشته که نشون میده ممانعت عامدانه از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی در زندان‌های ایران صورت می‌گیره و در طی این سالیان عفو بین الملل با وکلا، خانواده‌ها و زندانیان سابق و فعلی صحبت کرده. به علاوه ما به طور مفصل گزارش‌های گروه‌ها و سازمان‌های مستقل حقوق بشری در مورد مرگ زندانیان در طی یک دهه گذشته رو بررسی کردیم و تلاش کردیم که این گزارش‌های پراکنده و دردناک رو گرد هم بیاریم تا بتونیم تصویری روشن از نقض سیستماتیک حق حیات در زندان‌های ایران نشون بدیم. این 96 مرگی که ثبت شدن جامع نیستند و در برگیرنده تمام نمونه‌های مرگ در زندان‌ها نیستند. آمار واقعی مرگ‌های اینطوری بسیار بیشتر از اینه، چون نقض حقوق بشری در ایران در موردش اطلاع رسانی صورت نمیگیره به دلیل ترس از انتقام جویی. اما فهرست تهیه شده در واقع یک نمونه آماری تکون دهنده است از پدیده محرومیت عامدانه از خدمات پزشکی در زندان‌های ایران. شرایط و بیماری‌های منجر به مرگ این زندانیان چی بوده خانم بحرینی؟ و اینکه اونها آیا در بیرون از زندان دچار بیماری شده بودن یا داخل زندان؟ اطلاعات موجود در مورد شرایط حول مرگ این 96 زندانی نشون میده که مقامات به طور دائم از اعزام اورژانسی اونها به بیمارستان در آخرین روزها یا ساعات حیاتشون جلوگیری کردن یا اون رو به تأخیر انداختن و همینطور در مورد زندانیانی که از قبل، یعنی پیش از زندانی شدن، دارای بیماری بودن طی دوران حبس خدمات پزشکی تخصصی دریافت نکردند که در نتیجه باعث وخامت حالشون شد و در نهایت منتهی به مرگ‌های شد برای بیماری‌هایی که شاید قابل درمان بودند. حداقل 11 زندانی از این 96 زندانی به دلیل محرومیت از مراقبت‌های پزشکی برای صدماتی که در زندان یا در زمان دستگیری بر اونها اومده جان باختند. اینها در نتیجه حادثه‌هایی بوده مثل درگیری در زندان یا ضرب و شتم در زمان دستگیری یا اصابت گلوله در زمان دستگیری یا مصرف بیش از حد مواد در داخل زندان یا گاهی اعتصاب غذا. در سایر موارد زندانیان به دلیل عدم دریافت خدمات درمانی برای بیماری‌های مثل حمله قلبی و سکته مغزی یا بیماری‌های تنفسی، گوارشی، عصبی یا کلیوی جونشون رو از دست دادن. اون چه که مهمه اینه که بسیاری از این زندانیان، اکثر اونها در داخل زندان جان باختن. یعنی از 96 زندانی 71 درصد اونها آخرین ساعات خودشون رو در زندان سپری کردن که خودش نشون میده که